با گذشت 2 سال از کشته شدن مهسا شیرین امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، شماری از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت تلاش می‌کنند با همکاری نمایندگان اروپایی نام و یاد این جنبش را همچنان زنده نگاه دارند. حال نمایندگان عضو حزب سوسیال دموکرات ایالتی هامبورگ با ارائه طرحی به مجلس این ایالت خواهان نصب نماد برنزی زن زندگی آزادی در پارک مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی هامبورگ شدند. همکارم سارا دماوندان در این باره گزارش میده. ساختمانی آشنا برای مخالفان، موافقان حکومت ایران و قشر خاکستری، کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ. 2 سال است که این فضای سبز مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی به میدان مبارزه تبدیل شده است. مکانی برای دادخواهی، به اهتزاز درآوردن تصاویر کشته شدگان اعتراضات 1401 از یک سو و ساخت نماد زن زندگی آزادی و مشت‌های گره کرده در برابر رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی. حالا دانیال ایلخانی‌پور، نماینده ایرانی تبار پارلمان هامبورگ و همراه دیگر اعضای حزب سوسیال دموکرات ایالتی هامبورگ با ارائه طرحی به مجلس این ایالت خواهان نصب نماد زن زندگی آزادی از جنس برنز شدند. دستانی فولادی برای مقابله با سرکوب جمهوری اسلامی تا فراسوی مرزهای ایران. دانیال ایلخانی‌پور، نماینده ایرانی تبار هامبورگ، معتقد است که نباید بگذاریم نام مهسا و جنبش زن زندگی آزادی به فراموشی سپرده شود و جمهوری اسلامی و آلمان دوباره روابط خود را از سر بگیرند. واسه همین خیلی مهمه که ما اینو نشون بدیم که تو مخصوصا تو این پارک، تو این سبزه به روی کنسولگری جمهوری اسلامی که این همه هزاران آدم ها گره کردن، فریاد کشیدن، شعار دادن، واسه همیشه یه سمبول آزادی باشه، سمبول جینا مهسا امینی باشه، اسم این پاکه عوض بشه. هم این سمبولی که پشت من هستش که وسط این انقلاب هنرمندا ساختن، واسه همیشه بمونه که سمبول این باشه که ما ول نمی کنیم، ما نمیذاریم فراموش بشه، ما ادامه میدیم تا اینی که ایران آزاد بشه. در طی 2 سال گذشته پارلمان هامبورگ به دفعات در کنار مردم مبارز ایران ایستاده است، اقدامی که حالا قرار است ماندگار شود. برای ما خیلی مهمه که دقیقاً در همین مکان سرنوشتی که برای مهسا امینی پیش اومده رو یادآوری کنیم، به دلیل اینکه خیلی از ایرانیان مقیم هامبورگ در این مکان جمع شدند، با هم متحد شدند که توجه‌ها رو معطوف به این اسم و اتفاقات ایران کنند. برای ما همچنین مهمه که اینجا مکانی برای یادبود نه تنها مهسا امینی بلکه تمام زنانی باشه که در تمام دنیا تحت خشونت هستند، مورد سوء استفاده قرار میگیرند و کشته میشوند فقط به خاطر زن بودن. ما میخواهیم یک یادبود دائمی درست مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ بسازیم تا هر کسی که از این مکان عبور میکنه در رابطه با جینا مهسا امینی فکر کنه و ما میخواهیم این دستایی که نماد مبارزه هستند و توسط یک هنرمند ساخته شدن را به برنز تبدیل کنیم که در مقابل هوا آسیب پذیر نباشه و سالها ماندگار بمونه. و همچنین میخواهیم اینجا یه تابلو یادبود بگذاریم که افرادی که از این فضای سبز برای پیاده روی استفاده میکنن با خود فکر کنن که مهسا کی بود و بدین وسیله ادامه انقلاب ایران و تلاش برای بازپسگیری حقوق زنان همچنان مورد توجه قرار بگیره. جمهوری اسلامی میکوشد بر سرکوب خونین مخالفان خود پرده فراموشی بکشد، اما با تلاش مخالفان حکومت در داخل و خارج از ایران بعید است تاریخ هیچگاه آنچه را که بر ایرانیان رفته فراموش کند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.